بینندگان عزیز باز هم سپاسگزاری میکنم که این دقایق رو با ما میگذرانید ما امروز در خدمت خانم دکتر فرح دوستار و پروفسور حکاک هستیم و در مورد حقوق زن و نقش زنان در جامعه مدنی ایرانی به صحبت نشستیم صحبت ما قبل از اینکه این تنفس رو بدیم خانم دکتر دوستار در مورد مسائل مختلف در, در ارتباط با حقوق زن در جامعه ایرانی بود چه از مسئله قانون گرفته و چه از مسئله اونچه که به طور کلی پسر حکا خیلی جالب در تحت عنوان عرف این رو مطرح کردن سنت ها و, و اینها نظرتون رو میخواستم در این مورد باید باید. اونطوری که شما سوال رو مطرح کردید به نظرم اومد که باید ما یک مقداری تمرکز کنیم روی آقایون و خصوصا مردان ایرانی همیشه هویت مرد با قدرت عجین بوده یعنی مرد خودش رو همیشه اون نوع برتر میدیده نقش مرد از همون ابتدای خلقت حفظ و به صلاح نگاهداری و دفاع در مقابل حالا فرض کنید حیوانات وحشی بودن در دوران انسان‌های غارنشین یا اون عوامل طبیعی که وجود داشتن و اون محیط سخت زندگی مرد همیشه به خاطر اون توانایی بدنیش حافظ و حامی خانوادش بوده و البته خب قدرت زن در اون بارداری و بردباری و بقیه کارهایی که از نظر طبیعی به زن تخصص داشته و این مسئله این که نبرد بکنیم و چیره بشیم در طبیعت مرد نهفته است حالا ما به یک مرحله از تکامل رسیدیم که در دموکراسی میگیم همه برابرند یعنی وقتی میگیم همه یعنی اینکه نیمه دوم خانم ها هم با آقایون برابرند یعنی مسئله قدرت باید به یک نوع دیگه حل بشه به برتری چیرگی من دستور میدم تو فرمان برداری دیگه این مسائل در دموکراسی به کلی حالت دیگه ای پیدا میکنه یعنی ما تا زمانی که این مسئله رو در جامعه حالا به چه نحوی از نظر فرهنگی از نظر هویت شخصی خودمون حل نکنیم یعنی اینکه قبول نکنیم که من برتری بر دیگران ندارم و ما از نظر در مقابل قانون همه با هم مساوی هستیم و این رو واقعا در وجودمون نهادینه بکنیم که انسانها رو به عنوان یک انسان با خودمون از نظر ارزشها برابر بدونیم و در مقابل حقوق هم برابر بدونیم یعنی حتی در کشورهای غربی مسئله تساوی زن و مرد یک مقیاسیه برای پیشرفت دموکراسی یعنی ما هرچی که بتونیم که خانم رو هم با خودمون مساوی قرار بدیم از نظر فکری از نظر وظایف که خب مسلم وظایف اولا مشخصن ثانیا ما الگویی نمیتونیم به کسی بدیم در همین کشورهای اروپایی یا در امریکا اگر یک خانمی همون ابتدای ازدواج تصمیم بگیره که فرزن چهار تا بچه به دنیا بیاره و تمام زندگیش در خانداری بگذره این شخص آزاده هیچ کس مانعی براش ایجاد نمیکنه در نتیجه وظائف این رو زن و مرد میتونن بین خودشون حل و فصل کنن و هیچ مشکلی نباشه مسئله سر ارزش های فکری هست یعنی در اون وجدان ما تا چه حد این رو قبول می کنیم و تا تا چه حد حاضریم که واقعا برنامه زندگیمون رو هم مطابق اون قرار بدیم من فکر می کنم این یک میزانیه برای دموکراسی تا ما این مشکل رو حل نکنیم شانسی برای دموکراسی نخواهیم داشت یعنی من فکر می کنم که میزان تساوی زن و مرد یک مقیاسی هست برای یک دموکراسی. خیلی ممنونم از توضیحات شما در این دقایق پایانی سال داشتم از هر دوی شما ایزان باز پروسر حکاک از شما شروع می کنم حال این مسئله است که این گفتمان است که باید مدت ادام پیدا بکنه و, به تدریج اوضاع عوض بشه اما خب نقش تعلیم و تربیت در رسیدن به این هدف طبیعتا خیلی مهم هست این تعلیم تربیت هم جنبه تعلیم و تربیت آموزش رسمی رو می تواند داشته باشد که مهم هست و هم اون یادگیری که ما از نهادهای مختلف جامعه می گیریم چه از خانواده چه از مثلا جامعه محله ای که درش بزرگ میشیم افرادی که باشون معاشر هستیم عمه و عمو و خانواده و خیلی و اینها و سیستم های و مؤسسات مختلف اجتماع که در به حال مسئله آموزش و پرورش نقشی اما در مسئله آموزش پروش رسمی هم به نظر شما از کجا باید این مطلب رو شروع کرد؟ خب میدونید بی تردید باید از خانواده شروع کرد ده. ما گاهی فکر میکنیم آموزش یک انسان با مدرسه رفتن شروع میشه یا با زمانی که راه میفته یا اینها در حالی که مثلا یک ذره ژاپنی ژاپنی میگوید روح یک کودک سه ساله کاملا شکل گرفته است ده. یعنی از لحظه چشم گشودن به جهان یک نوزاد داره به مدرسه میره بدون اینکه مدرسه رسمی رفته باشه ده. و همه اون انگیزه های بصری، سمعی، حتی لمس و حتی طعم و همه حس هایی که او از طریق اون حس ها جهان بیرون رو به درون خودش میبره و از آن خود میکنه به او برای او معناهایی رو میآفرینند و ولی خب معنای همین سخن این است که نوعی باز رابطه دینامیک میان نیچر به اصطلاح و نرچر میان ای که بچه با خودش میاره چیزی که مثلا ذاتا میگیم ذات انسان یا خمیره بشری یا هر چیزی و هران چیزی که فطرت او و هران چیزی که از جهان پیرامون خودش میگیره در همه این مراحل از مدرسه بگیرید تا رابطه بین پدر و مادر تا اینها همه به شکلی او رو سوق میدن ولی بیش از همه البته و مستمرتر از همه مدرسه است و اینجاست که نظام معارف نظام آموزش و پرورش نقش بسیار مهمی ایفا میکنه و چون همیشه و تا حد زیادی تا زمانی که یک کودک از کودکی و نوجوانی میگذره و به سن مثلا تکامل ذهنی خودش میرسه قدیمی هستند که بر او اثر میگذارند کسانی که از, ما... از, پدر و مادر و عمه و خاله و آموزگار و همه قاعدتا سنشون از او بیشتر است این است که نوعی قلبه سنت بر او میاد به این ترتیب الغام میشه و او خودش در برابر اینها اسیانی میکنه و بعدا به نقطه تعادل دیگری میرسه که این نقطه تعادل قاعدتا در هر نسلی اندکی پیشتر است و اندکی رو به تکامل داره رو به برابری داره رو به شناخت خصلت های کلی انسان داره و در نهایت رو به همسو کردن اون عرف اجتماعی گفتم با اون معیارهای جهانی که از پیرامون خودش کودک میگیره بنابراین یک رابطه دینامیک میان کودک و جهان پیرامون او هست که او رو میتونه به سمت جهان آینده سوق بده یا در جوامع کاملا ناسالمی که مثل مک مکاتبی مثل مارکسیزم یا اسلام بر تفکر سیاسیشون نه, نه بر قلب و زمیر فرد انسانی حاکم است اونها رو همچنان به, 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 به لنگر سنت پیوسته نگه داره و از او یک مرد یا زن سنتی بسازه سپاس شما بیاناتتون رو چه در این مورد جای بیانات دیگه هم دارید در این قسمت پایانی میتونید بیان بده من فکر می کنم مهمترین عامل مهمترین عامل تربیتی خود زن هست ده. و ما میتونیم از همین الان شروع کنیم پسرانمون رو طور دیگه تربیت کنیم روی شوهرانمون برادرمون بقیه مردهای فامیل و اطرافمون اثر بگذاریم اه. حتی اگر که اون مراحل اولیه تربیتی رو گذروندن باز هم انسان همیشه اراده داره و میتونه خودش با اراده خودش افکارش رو آگاهیش رو عوض بکنه و من فکر میکنم این فرایند شروع شده و ما دیدیم که در جنبش سبز خانم ایرانی چه نقش مثبتی داشتند در مورد اینکه این جنبش باید بدون خشونت باشه و من فکر میکنم این مسئله باعث افتخار همه ما ایرانیان هست که زنهایی که حتی قبل از این جنبش شروع کرده بودن برای اون کمپین یک میلیون امضا فعالیت میکردن و زنان فعال دیگهی که تونستن تا یک حدی لاقل اگر کاملا پیروز نشدن ولی تا یک حد تا حد زیادی روی مردان اثر بگذارند که این جنبش خیلی به خشونت متوسل نشه لاقل از طرف کسانی که خواهان دموکراسی هستند و من فکر میکنم که اگر همین رویه رو ادامه بدن و البته با توجه به اینکه اون تحصیلی که کردن با اینکه شانس شغل و کار رو در جامعه ای ایران ندارن ولی لاقل این تحصیلات بهشون کمک میتونه بکنه که روی پسرهاشون اثر بذارن تربیت پسرها رو نوع دیگه ای بکنن و عامل مؤثری باشن در تحول اون سنت هایی که دیگه این در این دوره به درد ما نمیخوره خیلی ممنونم پروفسور حکاک خانم دکتر فرد دوستار خیلی سپاسگزاری میکنم در این بحث شرکت فرمودید و امیدوار هستم که در آینده هم فرصت های دیگری دست بده تا در خدمت شما باشیم و بتوانیم در این گفتارها و گفتمان مثبت برای بازسازی ایران عزیزمون مشارکت بکنیم تشکر خیلی بینندگان عزیز این مسئله حقوق زن مسئله نیست که فقط برای ایجاد رفاه و برابری برای زنها باشه ترقی جامعه انسانی و تمدن بشری به طرفی که داره میره و به طرفی که میتواند برود و به اوجی که میتواند برسد منوط به این هست که بیش از نیمی یا لاقل نیمی از جامعه انسان که سالها و قرنها از حقوق خودش محروم بوده به اون دست پیدا بکنه و دست یافتن این بخش از جامعه انسانی باعث ترقی مردان هم خواهد شد نباید اینطور تصور بکنیم که اگر زنان به حقوق انسانی خودشون برسند چیزی از مردها گرفته میشه بلکه وقتی که جامعه بشری بتواند مدارج عالیه ترقی رو پی بکنه هم خانم ها و هم زنان و هم مردان البته به مراتب عالی تری از تمدن و سعادت دست خواهند آورد از اینکه به برنامه امروز ما توجه فرمودید به نهایت سپاسگزاری می کنم و تا نوبت دیگر که در خدمت شما خواهیم بود شما رو به خداوند مهربان و متعال می سپارم جان و روانتون خوش باد احیای تو احیای همه خوبی ها احیاگر اشق و شور و ایمان منی تو قلب تپنده جهان